بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز و یک سلام هم خدمت بیننده عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سعادتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین. دوستای نهایت عزیز، قسمی که در جریان هستین، دکتر صاحب روزای جمعه در برنامه که دارن یک نیم ساعت و یک ساعت برای اشتراک کننده وقت ماندن که دوستایی که میخواین سخنرانی کنن یک فرصت خوب است. دوستایی که میخواین جرأتشان بالا بره و یا دوستایی که جرأتشان بالا است میخواین که همین معلوماتشان هم را دوستا شریک کنن، همین برنامه های ما ثبت میشه و در یوتیوب هم نشر میشه که تا دیگه دوستای ما بتانن ببینن. و در ضمن از این ما یک گروپ واتساپ ساختیم به نام اکادمی رسا، دوستا هم میتونن در اون اشتراک کنن و همین برنامه هایی که ثبت میشه در گروپ هم نشر میشه به خاطر نقد و نظر ما. تا می بینندهایی که اشتراک کننده که سخنرانی میکنن روز بر روز می سخنرانیشون خوبتر و بهتر شه. خب دوستا زیاد پرحرفی نمیکنم چون وقت ما کمتر است. امروز دکتر صاحب گفتن که موضوعات خودشان زیادتر است، به او خاطر وقتتر شروع میکنن. در آغاز میخواهیم از قاری صاحب که همین برنامه ما را با تلاوت قرآن عظیم الشان نورانی بسازد. بعد از تلاوت قرآن باز دوستایی که به خاطر سخنرانی اسمایشان داده بودن از اونا باز دعوت میکنیم تا سخنرانیشان انجام بدن. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله المبين
زیباشان برنامه ما را نورانی ساختند. یک جان سپاس. در قسمت برنامه از برادر عزیز ما وسیم جان خوشمندیم روی استیج آمده و معلومات مفیدشان را با ما شریک بسازند. ای غنچه خوابیده چون هرگز نگران خیست، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیست. از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیست، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیست. از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست. خورشید که پیرایه به سیمای سحر بست، آویزه به گوش سحر از خون جگر بست. از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست، ای چشم جهانبین به تماشای جهان خیست. از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست. خاور همه مانند غبار سر راه است، یک ناله خاموش اثر باخته آه است. هر ذره این خاک گره خورده نگاه است، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیست. از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست. دریای تو دریاست که آسوده چی صحراست، دریای تو دریاست که افزون نشد و کاست. بیگانه آشوب و نهنگ است چی دریاست، بیگانه آشوب و نهنگ است چی دریاست. با سینه چاک از سینه چاکش صفت موج روان خیست، از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست. این نکته گشاینده اسرار نهان است، ملک است تن خاکی و دین روح روان است. تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان است، با خرقه سجاده شمشیر و سنان خیست. از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست. ناموس ازل را تو امینی تو امینی، دارای جهان را تو یساری تو یمینی. ای بنده خاکی تو زمانی تو زمینی، صحبای یقین در کش و از دیر گمان خیست. از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست. فریاد از افرنگ دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیست. از خواب گران خواب گران خواب گران خیست، از خواب گران خیست.
تقدیم جوانان، نوجوانان، بزرگان و همچنان دکتر صاحب جمشید رسا سلام، ادب، احترام تقاضا می نماییم. امید کافیت برتن داشته باشند و یک جمعه خوب و خوش را آغاز کرده باشید. پاس از برادر عزیز ما وسیم جان. دوستا فقط یک چیز من اشاره کنم، دوستایی که من به خاطر سخنرانی یک میشه که اسم و تخلصشون را ذکر کنن و دیگه کمی زمان را در نظر بگیرن، چون وقت کم داریم، برای همه دوستا وقت برسن. خب چون دکتر صاحب تشریف آوردن و وقتم کمتر داریم، فقط یک دوست دیگه ما را دعوت میکنیم که شاهد جان دعوت میکنیم که بیاین سخنانشون را با ما شریک بسازن، بعد استیج را به دکتر صاحب واگذار میکنیم. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادای احترام دارم خدمت شما عزیزان که حضور دارین اینجا. جا داره که تشکری بکنم از جناب دکتر صاحب و همکارای بخش تکنیک که زمینه سازی میکنن همچون فضای را که در روز جمعه مبارک تشریف بیاریم و نکات آموزشی و ارزنده را یاد بگیریم. چون ما بار اولم است که در جمع همچنین جوانان مشوق و سرشار از علم و ادب و جناب استاد دانا و دانشمند چون دکتر صاحب جمشید رسا سخنرانی میکنم، اگر حرف اشتباه میشه کمی کاستی میباشه شما لطف بکنین و عفو گذشت کنین. روی ارزش زمان از دیدگاه اسلام و هی که ما چقدر زمان از وقت خود استفاده میکنیم، روی این نکته میخوایم که چند صحبت داشته باشم. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، سوگند به زمان. ما انسان ها عادت داریم چیزایی که پیش ما ارزش دارن به اونا سوگند یاد میکنیم، به عزت، به وجدان، به فرزند و به اینا. در حقیقت قسم خوردن یا سوگند یاد کردن به اینا اشتباه است. در کتاب تعلیم و تربیه اسلامی صنف 12 درسی آمده به نام نواقص ایمان، بخش اولش شرک است که شرک به دو نوع تقسیم شده، یکی شرک بزرگ که شرک اکبر میگن برش و دیگه شرک کوچک که شرک اصغر میگن برش. شرک بزرگ عبارت از شرکی است که به الله متعال امتای آورده شوه و یا به غیر از خداوند متعال کسی به پرستش گرفته شوه. صاحب این نوع شرک از اسلام خارج می شود، اگر قبل از توبه بمیره جایش دوزخ خواهد بود. و دوم شرک کوچک است که برش میگن شرک اصغر که عبارت از شرکی است که الله متعال و پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خاطر سرزنش که بنده ها و امت ها انجامش نتن ایره شرک خوانده. و این شرک کوچک به دو نوع است، یکی شرک آشکار و دیگه شرک خفی. شرک آشکار هم به دو نوع تقسیم میشه، یکی شرک از لحاظ لفظ و دیگه شرک از لحاظ افعال، که قسم خوردن به غیر از خداوند شرک از لحاظ لفظ است. پس زمانی که قدر ارزش داره و خداوند برش سوگند یاد میکنه، ما ایره چگونه استفاده میکنیم؟ در آیت بعدیش میفرماید که ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان و در نقصان است. الا الذين، مگر کسانی که آمنو ایمان آوردن و عمل صالحات و اعمال نیک و صالح انجام میدن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به حق میکنن و توصیه به صبر. پس خداوند متعال نجات یابندگان از زیان و خسران بر چهار صفت متصف میکنن: یک ایمان، دو عمل صالح، که تمام رفتار و کردار ما باید قسمی باشه که خوشنودی الله متعال را در نظر بگیره، توصیه به حق را فراموش نکنیم و توصیه به صبر را هم سرمشق خود قرار بدیم. بعضی از مفسرین میگن که مراد از عصر وقت نماز دیگر یا نماز عصر است که نماز دیگر را منزلتش را بیان میکنه و همچنان نماز عصر را به نام نماز وسطا یا نماز میانه نام نهادن. و بعضی از مفسرین دیگه میگن که هدف از عصر فاصله کوتاه میان عصر و مغرب است که بیان میکنه ایره عمر دنیا به مثل اینمی مدت زمان کوتاه است. پس در این مدت زمان کوتاه، در این عمر کم، آدم باید در بخش سرمایه گذاری کنه که نقص و توان در او نباشه. در
بعضی از حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنهم میفرمایند میگه از قرآن چیزی به جز سوره یسر نازل نمیشد بر انسان بسنده بود. یعنی سوره یسر یک برنامه است برای زندگی. از حضرت عبید الله بن حفص رضی الله تعالی عنه روایت است میگه وقتی دو تن از اصحاب یک دیگر را میدیدند پیش از اینکه از هم جدا شوند سوره عصر را به یک دیگر تلاوت میکردند و از هم جدا میشدند. پس زمانی که اینقدر ارزش داره در موردش کتاب ها نوشته میشه، خداوند متعال بیان میکنه، قرآن پیام میده، ما در چه استفادهش میکنیم؟ در پابجی متاسفانه یکی دو جوان ها را معتاد کردن، استفاده زیاد از اینترنت، صفحات مجازی، فیسبوک، اینستاگرام، درس خوب درش دیده نمیشه، نکته آموزشی درش دیده نمیشه، برنامه درسی جور میشه، 1000 نفر بینندهش نیست، ولی یک آدم اومده سرکروچی ترکاری از ترکو از مولی سرخک تعریف میکنه که برگش میگه مرا بخو، کلاگکش میگه مرا بخو، از مولی صفحه چی خاطره داره. این برنامه 150 کی ویو میگیره. نقش و پخش فیلم و سریال ها توسط امارت اسلامی منع شد، ولی ما چی کردیم؟ رفتیم دیش خریدیم در خانه بالای بامش، دو دانه دیش، نیمش آسیایی نیمش اروپایی. به نظر شما این کار مفید است؟ امی است استفاده درست از زمان. در اخیر میخوایم یک داستان را بر شما بیان بکنم. شاید بعضی از شما آقای یانگ را بشناسید. یک شخص در معدن زغال کار میکرد. این آدم روزانه 1 ساعت وقفه داشت. در این جریان وقفه خود این هر روز دو جمله انگلیسی یاد میگرفت. هر روز دو جمله انگلیسی. دوستایش برش میگفتن نه یانگ تو چی میکنی؟ بیا وقفه تا تفریح کن کمی سطری که، ولی یادم نمیکرد، فقط دو جمله انگلیسی یاد میگرفت. یک روز وزیر خارجه انگلستان میه به چین و دیدن میکنه از این معدن. از قضا امرایش ترجمان نمی باشه. دوستایش برش میگن یانگ تو انگلیسی میخونی، بیا حالا مشکل حل کن. یانگ چیزایی را که یاد گرفته بود تو کم تون مشکل ای وزیر خارجه انگلستان را رفع میکنه. این وزیر خارجه انگلیس وقتی که پس میره به وطن خود فکر میکنه، میگه این آدمی که دو معدن دو سختی اقدر استفاده کرده از زمان خود از وقت خود یک چیز یاد گرفته، ما اگه ایره بخوایم به انگلستان این درس بخونه کجا خود رسید؟ برای ازی برسی هم میتونی میره انگلستان. امروز آقای یانگ وزیر خارجه کشور چین است. بازم جا داره که تشکری بکنم از شما و از جناب دکتر صاحب، هرچند که دکتر صاحب اجازه دست بسیره نمیتن، ما وقت اینا را دوست دارم و ایجا میخواییم برشان بگویم دکتر صاحب اینی یفک بکن فی الله و با خاطر رضای خداوند دوستتون دارم. تشکر از توجه کنم. برادر عزیز ما شاید جان، نام خدا و فصاحت و بلاغت بسیار خوب داشتن، نقط نظرم میمانند در گروه. فقط یک تشریح کوتاه میکنم، فقط یک تشریح کوتاه، فقط یک تشریح کوتاه با خاطر این گروه میکنم، با خاطر دوستایی که نو آمدن در این هفته و دوستایی که ما را بیننده است. دوستا ما یک گروه به نام اکادمی رسا در واتساپ ساختیم و این برنامه که قبل از سمینار ما میگیریم دکتر صاحب لطف کردن هر هفته یک نیم ساعت و یک ساعت وقت گذاشتن به خاطر دوستا و اشتراک کننده که بین و دوستایی که میخواین عزت نفسشان جرأتشان بالا بره روی استیج صحبت کنن میتونن از این برنامه استفاده کنن و دوستایی هم که جرأتشان و عزت نفسشان بالاست میشه که معلومات مفیدشان با دوستا شریک کنن، درس گرفتنش یک کار خوبی است. و در ضمن در گروپ هم باز گفتیم دوباره موضوعات شریک میشه، موضوعات علمی یا مزنده هر چی بود در گروپ ما شما مانگ میکنیم. خب فعلا وقت ما پوره است، دوستایی که باقی ماندن انشالله هفته بعدی و این برنامه را قسم تنظیم خواهد کردیم که هفته بعدی تنها من مجری نباشم، میشه که باز دیگه دوستام باعث مجری صحبت کنن در صورتش. خب فعلا از استاد بزرگوار استاد علی عباس محمدی تشریف آوردن، خوشمند هستیم بیان سخنانشان و ما شریک بسازن.